به نام خدا روز پانزده فروردین سال 61 وقتی فانتوم های نیروی هوایی طبق یکی از پیچیده ترین عملیات های هوایی جهان به پایگاه های سگانه الولید رسیده و اقدام به بمباران اون کردن ترکش های بمب های هواپیمای محمود خزرایی و اسخر باغری به زیر هواپیمای اونها گرفته و موجب آسیب دیدگی اون شد. این هواپیما با هدایت فرج الله براتپور که لیدر این دسته بود به سمت تانکر سوخت رسان که فریدون ایزاستا فرمانده کل عملیات در اون حضور داشته رفته و پس از سوختگیری با قرار و هماهنگی لازم در فرودگاه باندکوتا کوتاه پالمیرای سوریه به زمین نشست. این بار تصمیم گرفتیم با بیان یک روایت زیبا از مرحوم اسکندری یک تیر و دو نشان بزنیم. اول اینکه یک اشتباه صحوی انجام شده در ویدیوی چرا خلبان اسکندری نابغه f از ارتش اخراج شد رو با بیان این روایت تصدیق کنیم و دوم اینکه یکی دیگه از افتخارات خلبانی مرحوم اسکندری رو براتون بیان کنیم. قبل از بیان این روایت زیبا و شنیدنی ازتون میخوام که مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب مشبق ما در کارهای بعدی باشین. بلافاصله فاصله بعد از فرود فانتوم ایرانی در این فرودگاه وزارت امور خارجه و ستاد نیروی هوایی ارتش هماهنگی های لازم جهت تعمیر و بازگرداندن این هواپیما به ایران را انجام دادند و سریعا یک تیم مهندسی و فنی برای تعمیر جنگنده اف 4 آسیب دیده به سوریه اعزام شد. خلبان محمد جوانمردی که در زمان تعمیر هواپیما در سوریه بود تعریف میکنه که سوری ها خیلی متعجب شده بودند که نفرات فنی ما چطور بدون کمک آمریکایی ها دست به تعمیر این هواپیما زدند چون صدمات وارده به هواپیما فراتر از حد تصور بود نفرات فنی از ستاد نیروی هوایی درخواست دو موتور جی 79 کرده بودند اونها باورشون نمیشد که نفرات فنی ما خودشون دارن هواپیما رو تعمیر میکنن چون هواپیماهای اونا که همگی ساخت شوروی بودند و پیشرفته ترینشون میگه 23 بود تماما توسط روزها تعمیر میشد و اگه هواپیمای آسیب جدی میدید و نیاز به تعمیر اساسی داشت به شوروی فرستاده میشد در اونجا تعمیر اساسی یا همون اورهال انجام میگرفت و نفرات فنی سوری به تنهایی قادر به این کار نبودند بعد از تعمیر هواپیما از اونجایی که این هواپیما متعلق به پایگاه هوایی همدان بود نیروی هوایی از این پایگاه میخواد که دو تا از خلبانان همین پایگاه برای آوردن اون به سوریه برند که خلبان اسکندری و جوانمردی برای این کار انتخاب شدند. با اینکه حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه دستور همکاری های لازم رو داده بود اما در سیستم دولتی و نظامی سوریه کارشکنی های مختلفی دیده میشد. البته خلبان جوانمردی میگه که با تمام این کارها سوریه کار بزرگی کرد که برای چند ماه پذیرای گروه پرتعداد و پرتجهیزات گروه فنی ایران شد. پس از اینکه کار تعمیرات تمام شد، سوری ها به ما گفتند که فعلا صلاح نیست هواپیما رو به شما تحویل بدیم و با همین بهانه از تحویل سوخت لازم جهت پرواز هواپیما خودداری کردند. رایزنی ها نتیجه داد و اجازه پرواز آزمایشی این هواپیما صادر شد. از اونجایی که سوخت نداشتیم نیروی هوایی ما بلا فاصله یک فروند تانکر سوخت رسان بوینگ 707 رو به دمشق فرستاد. فانتوم زمینگیر شده کمتر از هزار پوند سوخت داشت و این یعنی پس از تکاف کمتر از سه دقیقه فرصت داشت خودش رو به تانکر سوخت رسان برسونه. جهت ایمنی در سوختگیری هوایی و بزرگی بوینگ 707 سوختگیری میبایست در ارتفاع بالا انجام می شد. اما این مقدار سوخت فانتوم برای رسیدن به ارتفاع مطلوب سوختگیری کافی نبود هیچ چاره ای نبود جز اینکه سوختگیری در ارتفاع پایین و نزدیک زمین انجام بشه هماهنگی نیروهای ایرانی جهت سوختگیری در ارتفاع پایین موجب تعجب سوری شده بود یکی از افسران اطلاعات ارتش سوریه که به گفتگوهای خلبان اسکندری و خلبان تانکر سوخت رسان و مسئولان اون گوش میداد با تعجب پرسید مگه میشه در چنین ارتفاع پایینی سوختگیری هوایی کرد خلبان جوان مردی میگه که مرحوم اسکندری با گوش چشمش یه نگاهی بهش انداخت و گفت ما انجام میدیم و میبینی که میشه وقتی این قضیه حل شد یه ژنرال سوری که ظاهرا معاون فرمانده نیروی هوایی سوریه بود گفت که خلبان کابین عقب باید کسی باشه که اون تعیین میکنه خلبان اسکندری در جواب ضمن مخالفت میگه این خواسته حتی اگر از طرف فرمانده نیروی هوایی ایران هم انجام میشد باز مخالفت میکردم چون فرمانده این جنگنده منم بعد با دستش دو ضربه آروم به یه خلبان سوری که ظاهرا برای این پرواز انتخاب شده بود زد و گفت این هواپیما با هواپیماهای شما خیلی فرق داره و کار شما نیست. خلبان اسکندری طبق عادت همیشگی قبل از عملیات یه دستی به فانتوم میکشه و با هواپیماش صحبت میکنه. این عادت همیشگیش بود. خلبان جوانمردی از اسکندری میخواد که بگه با هواپیما چه صحبتی کردی خلاصه بعد از چند بار استار خلبان اسکندری گفت بهش گفتم منو شرمنده نکن تمام نفرات تیم ایران در استراب بودند چون سوخت کافی نبود و سوری ها هم سوخت نمیدادند و چاره جز بنزینگیری در ارتفاع پایین نبود زمانبندی بین اسکندری و خلبان تانکر انجام شد که اسکندری باید به محض دیدن تانکر در افق تکاف می کرد خلبان جوان مردی میگه شاید باورتون نشه که ما یک دقیقه بعد از تکاف زیر تانکر و آماده سوختگیری بودیم. خلاصه روز برگشت به ایران رسید و اسکندری بعد از سوختگیری به کف زمین خوابید و با سرعت حدود 900 کیلومتر در ساعت راهی ایران شد. بعد از پرواز سامانه هشدار دهنده راداری هواپیما ایراد پیدا میکنه به همین خاطر مجبور میشن از سیستم رادار هواپیما کمک بگیرن. به این طریق که هر سه دقیقه ده ثانیه روشنش میگردن تا ببینن رهگیرهای اراقی در اطرافشون هستن یا نه. خلبان جوامردی میگه با رسیدن به نقطه مشترک ایران، سوریه و اراق رادار رو روشن کردم که یهو یه متوجه سه نقطه روشن شدم و به سرعت داد زدم گردش به چپ. گردش به چپ که اسکندری بلا فاصله با یک گردش به چپ شدید مانع اصابت مستقیم موشک به هواپیما شد اما موشک پایین هواپیما و زیر دم منفجر شد و باعث شد هواپیما کله کنه و چون ارتفاع منکم بود نزدیک بود به زمین بخوریم که اسکندری به طرز معجزه آسایی هواپیما رو کنترل کرد و دوباره به سوریه برگشتیم بعد از تعمیر دوباره هواپیما مرحوم اسکندری میگه این دفعه اگه اراق تمام جنگنده هاشو به طرفم بفرسته قول میدم هواپیما رو سالم به ایران برسونم و حتی به جوانمردی هم نمیگه که قصش چیه این بار بعد از گرفتن سوخت از تانکر خودشو به سطح زمین میرسونه و درست از ارز خاک اراق رد میشه و رهگیرهای اراقی رو که منتظر اومدنش در همون نقطه قبلی بودن در یک انتظار طولانی میذاره عراقی ها اصلا به فکرشون هم نمی رسید که اسکندری بخواد از قلب اراق عبور کنه. خلبان جوامردی میگه اونا نه تنها در جای دیگه ای منتظر ما بودن بلکه متوجه حضور ما در این مسیر هم نشدن. به هر حال این هواپیمای جامانده در عملیات حمله به اچ رو بعد از پنج ماه و یازده روز با عملیات عجیبی که خلبان اسکندری انجام داد در ساعت یازده و سی و پنج دقیقه روز بیست و شیش مرداد سال شست به آشیانه خودش در پایگاه سوم شکاری همدان رسوند. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.